دولت‌های مختلف تصمیم‌های متفاوتی درباره شیوه برخورد با کرونا گرفتند. آیا روشن هست که کدام دولت بهترین روش را اعمال کرده و آیا یک روش برای همه کشورها قابل اجراست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. روابط شخصی تحت تاثیر قرار گرفته، عادات مردم تغییر کرده، محیط‌های عمومی تعطیل شده. برخی دولت‌ها برای عبور و مرور مردم دلیل موجه طلب می‌کنند و آنها را در غیر این صورت جریمه می‌کنند. بعضی دیگر معتقدند نباید قرنطینه کرد. در اروپا که حالا محل اصلی شیوع بیماری کرونا است، ایتالیا کشور را قرنطینه کرده. فرانسه همه رستوران‌ها، بارها و مغازه‌ها را به جز مغازه‌هایی که نیازهای اصلی مردم را عرضه می‌کنند، تعطیل کرده. آمریکا پروازها از اروپا را کنسل کرده. در ووهان چین که حالا به نظر می‌رسد دست کم در فاز اول توانسته ویروس را کنترل کند، قرنطینه جدی به پا شد. در بریتانیا دولت می‌گوید قرنطینه دست کم در این مرحله کمکی به وضع کشور نمی‌کند. روشن است که دولت‌ها یک رویه مشخص برای برخورد با کرونا ندارند. کدام راه بهترین راه برای کنترل این بیماری است؟ قرنطینه و تعطیل مدارس و ادارات یا عدم قرنطینه؟ مشکل قرنطینه چیست و چرا بعضی دولت‌ها با آن جدن مسئله دارند؟ آیا نوع حکومت به شیوه برخورد با اپیدمی‌ها مثل کرونا تأثیر می‌گذارد؟ در برنامه دو میهمان داریم، در دو حیطه مختلف هر کدام تخصص دارند. دکتر مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه ویرجینیا تک با ماست و همینطور دکتر حمیدرضا ستایش کارشناس سلامت عمومی در اتحادیه جهانی ایمنسازی از ژنو. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای دکتر ستایش، اول شما به ما بگید که با توجه به اونچه که امروز در مورد بیماری کرونا میدونیم، آیا روشن هست که روش بهتر کدامه؟ روش بهتر روشیه که کار بکنه و هدف از کار کردن اینه که فشار این بیماری رو در سطح جامعه پایین آورد و چرخه انتقال رو شکست. تو بعضی از کشورها همونطور که فرمودید مثل چین روش قرنطینه به اون سفت و سختی کار کرده و تو بسیار از کشورها عقیده این است که اون روش اصلا عملی نیست، شدنی نیست و کار نخواهد کرد. علتش هم میتونیم بیشتر وارد بحث بشیم و راجبش صحبت بکنیم. بله. بذارید من در مورد بریتانیا به طور مشخص ازتون سوال بکنم، چون چند روزه به هر حال ما اینجا داریم زندگی میکنیم، خیلی از نزدیک داریم میبینیم که دولت چی میگه و با چه در واقع توضیحاتی داره به قرنطینه نمیگه. دولت اینجا میگه که ما یک ظرفیتی در سیستم بهداشتی داریم که اون ظرفیت هنوز بهتره بسیار کمیش با کرونا اشباه شده و ما اگر که اجازه بدیم به همین شیوهی که فعلا داره پیش بره، در یه موقعیتی به نقطه‌ای میرسه که اون وقت نزدیک پر شدن هست، اونجا جایی هست که ما باید قرنطینه رو شروع بکنیم. شما کارشناسید، به نظر شما اینا درست میگن؟ این دولت‌ها همیشه بر اساس شواهد و مدارک و چیزهای علمی تصمیم نمیگیرن. دولت بریتانیا من تا جایی که میدونم خیلی مورد انتقاد قرار گرفت بابت این راهبردی که پیشنهاد کردن و بعدم گفتن که نه ما اینو نگفتیم، یعنی گفتن که نه نظر ما این نیست، میخوایم که از حراس عمومی جلوگیری کنیم و به موقعش این محدودیت ها رو قائل میشیم. ببینید این همیشه یک دامنه است، این بحث قرنطینه، قرنطینه ای که فرد بیمار رو در ایزولاسیون قرار بدن یا قرنطینه ای که کل حرکت جامعه رو مختل بکنن و بگن همه بمونن توی خونه هاشون یا همه رو بذارن توی یک محیط های کاملا بسته ای. معمولا وقتی این موضوع پیدا میکنه، ببینیم توی هر جامعه ای این دامنه و این رنج کجاش اون کشور میخواد قرار بگیره و چقدر از جهات دیگه، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی بهش ضربه میخوره برای این کار و نفع بهداشتی که به دست میاره چقدر هست. همیشه اینا باید یک تعادلی برقرار باشه بین هر دو. بله. مثال چین، مثلا من از آقای دکتر بروجردی اینجا این سوال رو بکنم در مورد بریتانیا. فکر میکنید مثلا این چه که الان دارن میگن در مورد اینکه قرنطینه الان موقعش نیست، تصمیم سیاسی است یا فراتر از اون ممکنه که دلایل علمی واقعی داشته باشه؟ ببینیم، ما در علم سیاست یک ضرور مثالی هست، میگن که سیاست در هوایی است که ما استشمام میکنیم. هیچ تصمیمی و
به خصوص تصمیم‌های در این حد و وسعت نیست که بتونیم بگیم آری از ملاحظات سیاسی باشه، چه در بریتانیا، چه در چین، چه در ایران، چه در هر کشوری دیگر. بنابراین فکر می‌کنم که در تحلیل رویکرد و عملکرد کشورها در رابطه با مسئله ویروس کرونا حتما باید بُعد سیاسی مسئله رو در نظر گرفت، از توانایی‌های دولت گرفت، تبعات اقتصادی تصمیم‌ها گرفت و مسائل دیگر، حقوق افراد و غیره. در مورد مسئله اقتصادی خیلی صحبت میشه، اینکه قرنطینه باید در واقع با توجه به شرایط اقتصادی کشور اگر آمادگی داره انجام بشه. مثلا در مورد ایران همین دیروز یک عضو کمیسیون بهداشت گفته بود اصلا ایران شرایط قرنطینه را نداره به دلیل خب مشکلات اقتصادی که داره. آیا فکر میکنید آقای دکتر بروجردی که نوع حکومت و نوع دولت روی اینکه چطور در مورد قرنطینه تصمیم میگیره تاثیر میگذاره؟ اول اینو باید جا بندازیم که وقتی ما صحبت از این میکنیم که برای مثال دولت بیاد کشور رو قرنطینه بکنه، یه شهر یا یک محله رو قرنطینه بکنه، این با خودش یک سری مسئولیت‌های دولتی رو به همراه میاره. به عبارتی مردمی که قرنطینه شدن باید دسترسی به آب، غذا، دارو و غیره داشته باشن. بنابراین توپ در زمین دولت میفته که باید این چیزهای اساسی زندگی رو برای اونها تهیه بکنه. بنابراین حالا سوالی میشه آیا دولت توانایی این کار رو داره یا نه؟ حالا از اون مهمتر، افراد وقتی که در خانه میمانن بسته به نظام اقتصادی اون کشور، خب خیلی هاشون دستمزدی دریافت نمی کنن، درآمدی ندارن. دولت مسئول هست که این چیزی رو که از دست دادن، درآمدی رو که از دست دادن و برای زندگی بهش نیازمند هستن، همون تهیه آذوقه و غیره رو تهیه بکنه. بنابراین اینجا هم باز برمیگردیم به این که توان اقتصادی دولت برای اینکه یک کاری چنین کاری رو انجام بده چی است. ما اگر نگاه بکنیم به 5 کشوری که میبینیم که بالاترین میزان مرگ و میر رو از این ویروس کرونا داشتن، یعنی چین، ایتالیا، اسپانیا و ایران رو بخوایم در نظر بگیریم و بعدش مثلا کره جنوبی و غیره کشورهای دیگر، میبینیم که 4 تا از این کشورها، یا بخشن 3 تاشون حداقل، چین، ایتالیا، اسپانیا، دست به مسئله قرنطینه زدن و دارن اقداماتی میکنن که شاید تا دیروز و پریروز برای ما عجیب تلقی میشد. مثل اینکه مثلا دولت اسپانیا میاد و کنترل بیمارستان‌های خصوصی رو در دست میگیره، دولتی که هنوز باید به اصطلاح حق مالکیت خصوصی احترام بذاره، چون وسعت و مقدار خطر رو اینقدر تلقی کرده، میاد دست به یک چنین اقدام میزنه. بله، متوجه شدم و این خیلی به نظر میاد که بحث دامنه‌دار سیاسی خواهد بود با توجه به نوع دولت‌ها. مثلا الان در اروپا اگر که مثلا در بریتانیا دولت محافظه‌کار سر کار هست، ترجیح میده دولت رو کوچک نگه داره، ترجیح میده در دست در واقع بیزینس‌ها رو باز بگذاره. نکته بسیار جالبی اشاره کردید آقای دکتر ستایش. آیا الان برای ما روشن هست که مثلا غربالگری مهمتر هست، قرنطینه مهمتر هست، کدوم یکی از اینها رو دولت ها باید در اولویت قرار بدن در این مرحله که در گسترش ویروس قرار داریم؟ خیلی دقیقا همین اصل داستان هست که تعادل بین این مداخلاتی که شما فرمودین رو هر دولتی کجا بتونه قرار بده. با غربالگری و تست بیش از جمعی میتونن تشخیص بدن که افرادی که در معرض خطر بودن و علائمی ندارن زودتر تشخیص داده میشن و اون زنجیره انتقال رو میشه شکست. با ایزوله کردن و قرنطینه کردن بیماران محدودشون میکنن و اعضای خانوادهشون به اون تماس های نزدیکشون و از این طریق باز هم زنجیره انتقال شکسته میشه. با محدود کردن حرکت مردم در مجامع عمومی باز هم یک قدمی است که میتونه کمک بکنه که این زنجیره انتقال شکسته بشه. چیزی که الان واضح هست و شاید اتفاق نظر سرش باشه اینه که باید یک دامنه ای از این اتفاقات، از این مداخلات با هم اتفاق بیفته. مطمئناً کم کردن ارتباطات و تماس‌های مردم با هم دیگه مؤثر هست در شکستن زنجیره انتقال، شکی در این نیست. و مطمئناً تست بیشتر و تشخیص سریع‌تر و محدود کردن حرکت اونهایی که با افرادی که تستشون مثبت هست تماس نزدیک داشتن هم مؤثر هست. حالا اینکه چقدر این دولت بخواد این اقدامات رو
سریعتر و در مقیاس وسیعتر انجام بده اون چیزی که دولت‌ها باید تصمیم بگیرن. بله. مشکل و به نظر میرسه در این مرحله مثلا حالا من بیشتر هی دارم از دولت بریتانیا مثال میزنم برای اینکه با جزئیات بیشتر دنبال میکنم، مثلا در این کشور قصد این هستش که غربالگری میگن تا این مرحله بسیار زیاد انجام شده و تعداد موارد مثبت نسبت به تعداد در واقع تست هایی که انجام شده خیلی کم بوده، ولی در آینده به این شکل نمیتونه ادامه پیدا کنه. آیا اینکه به خاطر زیاد شدن موارد تست به اون شکل انجام نشه تأثیری روی در واقع تصمیم گیری ها و شیوه عملکرد دولت ها میگذاره؟ ببینید کره جنوبی هم همین روال رو در پیش گرفت و تست خیلی زیادی رو انجام داد، آزمایش‌های زیادی رو انجام داد و یکی از موفق‌ها هست. الان اگه ما بخوایم بهش نگاه کنیم کره نسبتاً موفق تونست عمل بکنه. همونطوری که جناب آقای بروجردی گفتن این بحث‌های سیاسی و اقتصادی قضیه هم خیلی تاثیرگذار هستن در این تصمیمایی که گرفته میشه، به خاطر اینکه یکی از چیزهایی که خود سیستم بهداشت نگرانش هست و نگران است که نتونه کنترل بکنه این هست که حجم بالایی از مراجعان به سیستم بهداشتی داشته باشیم و در واقع سیستم بهداشت توان پاسخگویی به مراجعات و تخت بیمارستانی به تعداد کافی رو نداشته باشه. یه دلیلی که حتما شنیدین و تو بریتانیا هم همین صحبت هست و بقیه کشور هم همین صحبت هست که تمام این روال‌های ماندگاری در منزل رو توصیه می‌کنن و می‌خوان از مردم که خارج نشن، این هست که بتونن بار رو از سیستم بهداشتی پایین بیارن، چون به هر حال از نظر اپیدمیولوژیک شاید تا یک سال آینده جمعیت عمده‌ای از جهان با این ویروس در تماس خواهند بود، با علامت یا بی علامت این ویروس رو خواهند گرفت و ما به مرحله می‌رسیم که در واقع اندمیک میشه، این ویروس همه جا هست و دیگه بیماری‌زاییش رو از دست میده. دولت بریتانیا یک موضعی رو گرفت که ما میگذاریم که این اتفاق سریعتر بیفته، ولی اون در واقع از نظر بسیار از کارشناسان غلط است، به خاطر اینکه فقط در صورتی که ما واکسن داشته باشیم از اون روش میتونیم بریم جلو، با واکسن میتونیم به اون ایمنی جمعی برسیم و مردم رو حمایت کنیم، نه اینکه بتونیم افراد رو در معرض ویروسی قرار بدیم که بالقوه و بالفعل کشنده هست و میتونه جون بسیاری رو بگیره. از اون جهت یه مقدار خطر نگرشی که الان دولت بریتانیا داره به نظر میاد زیاد باشه و احتمالاً تغییرش میدن این روش رو. این قضیه قرنطینه کردن یا چه زمانی قرنطینه کردن الان بحث روز در همه دنیا هست. ما میدونیم که در مورد ایران آقای دکتر بروجردی انتقاد گسترده‌ای شد، چرا قم رو قرنطینه نکردید؟ الان صحبت این هست که کل کشور رو قرنطینه بکنید مقاومت میشه. فکر می‌کنید دلیل اصلی در ایران چی هست که قرنطینه صورت نگرفته؟ دلایل این که عدم قرنطینه میشه دلایل بسیاری هست. اولا اینکه کشورها میتونن بگن که خب دامنه جغرافیایی گسترش این بیماری آنچنان هست که نمیتونن اون رو کنترل بکنن، یعنی دیر شده برای اقدام. گاهی اوقات مانند ایران ما میبینیم با مخالفت یک گروه خاصی، برای مثال علمایی که در قم بودن روبرو هستیم، یا در بعضی کشورها میتونن طیف سرمایه‌داری که از بسته شدن رستوران و عرض کنم دیگر جاها هتل‌ها و غیره ضربه می‌بینن مخالف این مسئله باشن. دلیل دیگری که دولت‌ها میارن سختی اجرا کردن یک چنین مسئله‌ای هست. همونجوری که گفتم مسئله حقوق مدنی هم مد نظر است. ببینید فرض قرنطینه این هست که مثلا شما می‌تونید با چند هفته یا چند ماه این مسئله رو حل بکنید. حالا اگر اومدیم و به یک موردی برخوردیم مانند همین مسئله که هنوز نمی‌دونیم واقعا چقدر این قرار طول بکشه، یک سال شد، بیش از این شد، اون وقت صحبت ها راجع به قرنطینه چی میشه. من فکر میکنم یه مقدار بحثی که ما الان داریم میکنیم بیشتر به خاطر ترسی که در جامعه وجود داره، یه مقدار بحث احساسی هست. مردم فکر میکنن که انجام ندادن قرنطینه به معنی بازی رولت هست با جان افراد، و استدلال های خوبی هم دارن، نشون میدن که مثلا در چین وقتی که این قرنطینه کردن واقعا کار کرد، در کشوری که بیش از 80,000 نفر آلوده شده بودن به این بیماری. ببینید به نظر من باید یکم وسیع‌تر نگاه بکنیم. ما امروزه آمار داره میگه که 182,000 نفر در سطح دنیا تا به حال به این بیماری مبتلا شدن، حدود 7,000 نفر فوت کردن، یعنی میزان مرگ و میر چیزی حدود 4% است. به آمار ایران که نگاه میکنیم تا صبح امروز بحث این است که 16,000 نفر مبتلا شدن و 1,000 نفر یا 988 نفر فوت کردن، که خب نشون میده درصد ایران یه چیزی حدود 20% بالاتر از اون نرم جهانی بوده. حالا اینجا مسئله رو برمیگردیم باز به همون بعد سیاسیش. آیا دولت
به خصوص دولتی که واقعا ضعف مدیریت خودش رو به انواع مختلف نشون داده در این چند سال اخیر، توانایی انجام این کار رو دارن یا نه. فکر میکنم که دولت آقای روحانی وقتی مخالفت میکرد با مسئله قرنطینه، فقط واقعا مسئله نبود که علمای قم یا شاید حضرت آقا با مسئله مخالف بودن. واقعیتش اینه که در این دورانی که بودجه وجود نداره و به اصطلاح کفگیر ته دیگ خورده، دولت آقای روحانی هم میتونه که دولت به هیچ وجه توانایی انجام دادن اون مسائلی رو که برای مردم صحبتش کردم راجع به آذوقه و غیره رو نداره. و به علاوه یک مشکل دیگری که وبال گردن ما در ایران هست این هست که ببینید ما با یک حکومتی داریم صحبت میکنیم که حق ویژه قائل میشه برای یک طیف خاصی که همون طیف روحانیت باشن و افراد این حکومت. یکی از اصول اجرای قرنطینه در هر کشوری این هست که بدون در نظر گرفتن حق ویژه برای یک گروه اجتماعی خاص شما این سیاست رو اجرا بکنید، که متاسفانه به نظر میاد میل سیاسی برای این کار وجود ندارد. آقای دکتر ستایش، بحث پزشکیش که مطرح میشه، این که حالا اگر بپذیریم که دلیل بالا بودن نسبی آمار مرگ در ایران میتونه یه بخشش نبود امکانات باشه، یه بخشش حالا این که ما ممکن هست که تعداد دقیق رو به خاطر اینکه تست به اون تعداد لازم انجام نمیشه یا هرچی نمیدونیم تعداد مبتلایان رو، ولی اگر که بگیم که مسئله کمبود امکانات هست، آیا الان سازمان‌های بین‌المللی دارن به ایران کمک لازم رو میرسونند یا نه؟ اجازه بدین در مورد تست من این رو یه مقدار شفاف کنم، که همونطوری که فرمودین موضوع اون درصدی که ما میبینیم برای مرگ و میر تو ایران با کشور دیگه زیاد تفاوتی نداره. یعنی وقتی که آمارای مقایسه ای رو ما نگاه میکنیم، حدوداً حالا زیر 3% ما مرگ و میر میبینیم توی همگیری ایران، و این تقریبا مشابهش تو کشورهای دیگه است غیر از کره جنوبی یا مثلا کشوری مثل هند. چند تا استثناء داریم این وسط که بحث میزان آزمایش است که انجام میدن. یعنی شما وقتی که مخرج کسرتون هی بزرگتر بشه، تعداد کسایی که جونشون از دست دادن یا فوت کردن در مقایسه کمتر خواهد شد. در مورد آمار مرگ و میر ایران شما مطمئن هستید که حدود 3% هست؟ چون من دیشب جای خوندم مثلا حدود 6% بود، همونطور که آقای دکتر بروجردی گفتن. البته شما بهتر حتما آمار دقیق رو. بحث مخرج هست که بر اساس چی و ایران کاری که داره الان انجام میده و علت این که آمار انقدر بالا خودشون نشون میدن اینه که فقط کسایی که علامت دار هستن و علامت شدید دارن رو آزمایش کرونا براشون انجام میدن، بقیه رو انجام نمیدن. در بین اونها حدود 6% هست که میفرمایید، ولی جمعیت بزرگتری هستن که با علامه کمتر میان و تست براشون انجام نمیشه، بهتر از مخرج کس خارج میشن، پس به نظر کشنده تر میاد، در حالی که در واقع اینطور نیست و ویروس همون ویروسی است که توی در واقع منظورتون هستش که اونها کسایی هستن که در آمار رسمی نیستند، یعنی ما نمیدونیم که اینها کرونا داشتند. بله، ببینید آمار رسمی دوباره این بحث این است که ایران راحت کرده کار و خیلی از کشور الان ما توی سوئیس هم همینطور هست که من الان هستم، میگن ما تست نمی کنیم و فقط کسایی رو تست می کنیم که فقط یک سری شرایط لازم رو برای تست داشته باشن، و عملا بخش عمده ای از کسایی که علامت های خفیف دارن رو حذف می کنن از نیاز به آزمایش، و به این ترتیب تو کسایی که آزمایش شدن ما عوارض بالاتر و مرگ و میر بیشتری می بینیم. ایران هم دقیقاً همین کارو کرده، و علت اینکه اون روزهای اولم می گفتن ما موارد رو نداریم یا موارد خیلی کم بود و اول خیلی بالا گزارش مرگ و میر بود که اصلا تست نمی کردن تا بهمن ماه و اواسط بهمن، و وقتی شروع کردن به آزمایش کردن ما تازه دیدیم که موارد چطور میره. الان مقدار آزمایش رو بسیار بالا بردن، خب به طب یه مقدارش از این پرایمرای این آزمایش ها، این موادی که لازم دارن این آزمایش ها از طریق سازمان جهانی بهداشت تامین میشه و اونها رو دارن انجام میدن. بالای 6000 تا در روز الان میتونن آزمایش بکنن که دارن این کار رو و سایر امکانات چطور؟ 6000 تا و سایر امکانات چطور؟ آیا اونها به ایران به اندازه لازم میرسه؟ مثلا اگر که دارویی لازم داره، امکانات تنفسی لازم داره، آیا اینها رو به ایران میرسونن؟ بعید میدونم در شرایط فعلی یک چنین چیزی رو اصلا ایران خواسته باشه و بشه رسون، حالا نه تنها به خاطر تحریم ها، به خاطر عوامل متعددی. چیزی که برای کرونا لازم خواهد بود و کشورها رو بهشون فشار میاره در واقع تخت های بستری در مقیاس زیاد برای مراقبت های ویژه هست. نه. من حالا به طور خاص ایران رو که فرمودید، یک سری مدل سازی رو داشتم میدیدم که جدیدن وزارت بهداشت منتشر کرده بود
نیاز به تخت بیمارستانی در یک مقاطع اینقدر زیاد میشه که در واقع کل سیستم بهداشتی میتونه مختل بشه و سرویس دادن به بقیه بیمارا رو نتونن انجام بدن. و یک دلیل اصلی که محدودیت تردد، محدودیت تماس رو همه کشورها دارن قائل میشن اینه که بتونن زمان بخرن یا بتونن این شیب آلودگی رو بتونن که کم بکنن. ما میدونیم یک خلطی همین میان انجام شده اگر اجازه بدین، بحث قرنطینه و اینکه سیاست‌های کشورها در مقابلش انجام میدن، اینکه مثلا مرزها رو میبندن یا پروازها رو از اروپا کنسل کرده ایالات متحده یا امثال اینها فرق دارن با اینکه کاری که چین کرد و یک شهر مثلا 19 میلیونی مثل ووهان رو کلا توی قرنطینه برد. اینا خیلی متفاوت است از نظر اقداماتی که انجام میشه، به خاطر اینکه شما برای اون کاری که توی ووهان انجام شد یک دولتی فقط مثل دولت چین میتونست این کارو بکنه با امکانات خیلی خاص. اونا همه چیز رو کنترل میکردن. اونا دقیقا بس همین هست آقای دکتر. بنابراین اگر که مثلا ایتالیا اصلا به شیوه مملکت داری در ایتالیا اینطور نیست، فرهنگ مردم نمیپذیره یک همچین سیستم مثلا پلیسی رو، آیا اصلا فایده ای داره قرنطینه ای که الان مثلا ایتالیا داره میکنه؟ خب یه چیز دیگه است، ما داریم یه کلمه قرنطینه رو استفاده میکنیم برای دو تا اقدام کاملا متفاوت. کاری که ایتالیا داره میکنه محدود میکنه تماس ها رو برای اینکه زنجیره انتقال رو بشکنه، ولی چین کاملا افراد رو قرنطینه کرده بود. این دو تا خیلی فرق دارن با هم. مثل مثالای قرنطینه دو قرن پیشه که وقتی یه کشتی میومد با طاعون قرنطینش میکردن و نمیذاشتن که هیچ کسی تکون بخوره تا 40 روز از کشتی خارج بشه وارد بندر بشه. کاری که چین کرد تو همون مایه بود، ولی کاری که ایتالیا، ایران و حالا کشورهای دیگه تو اروپا دارن میکنن این است که از مردم میخوان که داوطلبانه در منزل بمونن، امکانات تجمع رو ازشون میگیرن، بالای 5 نفر، حالا بالای 50 نفر بسته به اینکه چه اقدامی رو الان کشور دارن انجام میدن. اینجا توی سوئیس الان بالای 5 نفر هیچ اجتماعی آزاد نیست، حتی توی فضای باز، و با این کار دارن امکان تماس اجتماعی افراد رو کاملا قطع میکنن. با بستن مدارس، با بستن محیط‌های کار، با بستن ورزشگاه‌ها، از این طریق دارن خطر انتقال جمعی رو پایین میارن. این موثره، کاملا موثره و جواب خواهد داد. نه به تندی چین، بله، نه با اون سرعت بتونه بیاره پایین، ولی در دراز مدت این روش کاملا جواب میده. و شما هم یه اشاره کردین که روشی که چین استفاده کرد لزوما ما مطمئن نیستیم که حالا توی دو سه ماه آینده این حفظ بشه و ممکنه چین همین ویروس دوباره برگرده و تمام اونایی که موقعی قرنطینه شده بودن رو دوباره بتونه مبتلا بکنه. برای من لزوما اون روش روش بهترین روش نبود. آقای دکتر بروجردی، ما الان با یک شرایط بسیار ویژه جهانی روبرو هستیم. یک بیماری هست که نه کشور میشناسه نه مرز میشناسه، به هر حال بسیار از کشورها رو درگیر کرده. آیا به نظر شما الان لازم هست که یک سیستم جهانی برای جلوگیری از این بیماری پیاده بشه، یا این سیستمی که کشور به کشور با در واقع تصورات منطقه‌ای دارن باهاش برخورد میکنن به نظر شما شیوه درستی هست با توجه به اینکه هنوز هم نمیدونیم که چقدر ممکن است طول بکشه؟ فکر میکنم اگر هر کسی تا به حال شکی داشت که ویروس هم مانند ایده ها و عقاید مرز و جغرافیا و پاسپورت سرش نمیشه، امروز دیگه باید این به این درک رسیده باشه که این چیزها واقعا در یک مقیاس جهانی هستن. ما ببینیم صحبت از این بود که این ویروس در کشور چین شروع شد، ولی امروزه بالای 100 کشور افراد در اونجا مبتلا به این بیماری شدن. بنابراین در دورانی که ما زندگی میکنیم به خاطر آسانی رفت و آمد، ارتباطاتی که وجود داره و غیره، امکان این مسئله که یک بیماری بتونه اینقدر سریع جهانی بشه فکر میکنم دیگه جا افتاده و شاید جامعه جهانی به یک تلنگری مانند این دفعه احتیاج داشت که ببینن که واقعا چجوری زندگی در ابعاد جهانی مختل میشه. یعنی شما فقط این شرکت‌های هواپیمایی یا صنعت توریسم یا بازار سهام نیست، بلکه همونجوری که دکتر ستایش میگفتن اگر 5 نفر هم نمیتونن دور هم جمع بشن، یعنی که زندگی روزانه شما هم مختل شده. بنابراین من انتظارم این است که بعد از این مسئله احتمالاً هم‌وغم جامعه جهانی، سازمان بهداشت جهانی برای اینکه واقعاً، یا حتی سرمایه‌دارانی که میخوان به این مسئله کمک بکنن برای اینکه آماده باشیم، آمادگی بهتری داشته باشیم برای دفعه بعد، شاید بتونه بیشتر از امروز بشه. آقای دکتر ستایش، شما متخصص ایمنی هستید، شما اون آدمی هستید که بعد ازتون پرسید ما تا کی وضع زندگیمون اینه، چقدر طول میکشه، آیا میشه هیچ عدد و زمان مشخصی داد؟
سخته، ولی بله اگر همین نحوه که حالا پیشنهاد شده تو کشور اروپایی دارن انجامش میدن به طور کامل اجرا بشه، مردم همکاری بکنن، حتی اکثر 4 هفته دیگه ما انتظار داریم که بیماری کاملا پایین بیاد و دیگه این خطر رو در نداشته کل باشه بین دنیا. 2 تا 4 هفته آینده در جاهایی که دارن این روش رو اعمال میکنن. ما خیلی نگران آفریقا هستیم و خیلی نگران هند هستیم، ما هیچ خبری از اون منطقه نمیشنویم و یه نگرانی بزرگ است. امیدواریم که وضعیت جغرافیایی و گرمای هوا و شرایطی که دارن بهشون کمک بکنه، ولی اگر کمک نکنه ما بیشتر این مشکل رو توی اون قسمت های دنیا خواهیم داشت در 1-2 ماه آینده. ولی جاهایی که دارن این اقدامات کنترلی رو انجام میدن و هر چقدر بتونن مشارکت مردم رو حد اکثر بکنن و بستن مدارس و بستن محیط های کار و اینها کاملا تو 14 روز آینده که حالا دوره‌ای هست که برای کرونا در نظر میگیریم، میتونه بسیار زیاد بار ویروس رو کاهش بده و مشکلات رو خیلی کم بکنه. ما توی اردیبهشت ماه انتظار داریم که توی کل دنیا یک افت شدید رو داشته باشیم. اگر هیچ مداخله ای انجام نمیشد ما میتونستیم تا 60% مردم دنیا رو تا آخر سال جاری میلادی مبتلا ببینیم. بنابراین خیلی خوبه که این مداخلات داره انجام میشه، یعنی وضعیت بهداشت درمانی کل دنیا کاملا به هم ریخته. ممنونم از هر دوی آقایون، آقای دکتر ستایش، آقای دکتر بروجردی. ممنونم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با این صفحه 2 همراه بودید. شب روزتون خوش.